عزیزان، از وضعیت افغانهای مهاجر ما در ناروی جزئیات بیشتر می داشته باشیم. از جناب دکتر اسدالله پاییز، ایشان شاعر نویسنده هم هستند، از کارها و فعالیت های فرهنگیشان میگن. همچنان اثر که نزد من می بینید تحت عنوان دیوان پاییز، اثر از آقای پاییز است که در مورد صحبت می کنند و در حوزه ادبیات و کنون فعالیت هایی که داشتن به زبان دری و پشتو هر دو از این اثر که خیلی جالب هم است، اشعار که گنجانده شده. جزئیات بیشتر آقای پاییز بر ما شما رای میکنن. خوش آمدید. تشکر. سلام تقدیم شما دوستای گران قدر و دستن در کاران شما و از طریق شما، از طریق تلویزیون جهانی شما به تمام بیننده ها سلام خود تقدیم میکنم. تشکر از اینکه از ما دعوت به من. باز هم خوش آمدید به برنامه ما. در نخست میشه راجع به کتابتان یک معلومات بر ما بدین. یک چیز خیلی جالب را که من متوجه شدم در این کتاب که زبان دری و پشتو بدون کدام تفاوت، اگر باز هم سر راسته و سر چپه هیچ نداره. اگر از این قسمت ببینیم کتاب دری است، اگر از این قسمت ببینیم پشتو باش که گیتی جان، و اگر از این قسمت ببینیم پشتو است، واقعا خیلی کار خوب کردن. یعنی تغییر یا تفاوت بین زبان دری و پشتو را مد نظر هیچ نگرفتن و کار خیلی جدید هست. به این راجع به کتابتان بر ما بگوین. بله، ما مدت تقریبا زیاد میشه که شعر به شعر روی آوردیم، به ادبیات و دیوان بالاخره خواستم چاپ کنم. تعداد اشعارم در حدود 1000 شعر است، اما نظر به تقاضای عصر و زمان و ایجابات 560 یا 70 شعر به نشر سپردم. بسیار خوب، انشاءالله آینده دیگر شعرم که دادم. پیشتر یک شعر من همینجا دیدم و خیلی جالب بود، میخواستم که شعرم بر بیننده ها من بسرایم، ولی گرچه به زیبایی که آقای پاییز میسرایند من نخود بتانم، ولی برای خیلی جالب بود متنش. و یکی از آقای پاییز پرسش هم داشتم که مخاطب خواهدار گفتن بله، یکی جزئیاتش چی است؟ باز آقای پاییز میگن عنوانش است وای وای، آن که سالها به دنبال او عمرم گذشت، وقتی نزدیک شدم او گل امید نبود. وای وای ای وای دلم، چه راهی غلط را پیمودی دلم. حال اشکم به گریبان عقل میریزد که چرا به خواسته های دل تو زانو زده بودی. حالا این پرسش است که پاسخش از آقای پاییز میداشته باشیم که مخاطب خاصش کی است و در مورد اشعار دیگر هم که سرودی. جان یک موضوع است که خیلی زیبا خودت سرودی شعر خیلی مقبول دکلمه کردیم. نه دکلمه نبود، من گرچه میفهمی سونیا زیاد دوست دارم که دکلماتور باشم، من دکلمه کردن دوست دارم، ولی فکر نمی کنم که تواناییش داشته باشم. یک هنر است که باید فرا گرفته شود و مختصر شود که چه نکات ظرفت ها باید مدرسه. مگم گیتی جان صدا داری خیلی مقبول شعر دکلمه میتونی به نظر شخصی خدا و سوالات ما را می داشته باشیم. از اول این همی شعر پرسان کنیم پاسخشه که مخاطب از کی بود؟ از این که ما شعر نشته کنم، اکثر شاعرها خوب در بخش یک شعر میگن انسان وقتی که از دل قبول میکنه عقل در اوج زیر تاثیر میره و بالاخره وقتی که از دل قبول میکنه بعض وقت اشتباهات از انسان سر میزنه، چون در او زمینه عقل جای خدا به دل میده. وقتی که دل سنجش کرد، بعدا وقتی که به عقل میبینه که او چیزی که دل به عقلش بود او به دستش نامده. یک چیز همه میخوایم مستان دقیقا پرسان بکنه، به خاطر من جواب از این سوال مستان شاید دیگم گیتی جان شاید بودی پرسان کردم که هر کس میتونه شیر بگویه یا فقط کسایی که واقعا استعدادی زیر در وجودشان دارن که شیر میگن، یا هر کس میتونه که یک چیزی که در ذهنش گشت رو نمشتا کنه مثل یک شیر و او را بگویه که یک شیر گفتن؟ سوال بسیار خوبی کردین. هر کس میتونه شیر بگویه، اما شعر گفتن از خود شرایط داره. هر کس راه میره، هر کس غذا میخوره، هر کس هر کاری که نرمال است اجرا داده کرده میتونه. این حال شعر گفتن است، اما شعری که پر مفهوم باشه، پر محتوا باشه، پذیرش جامعه داشته باشه، مشکلش باز در اینجاست که مطالعه زیاد، پژوهش زیاد، در هر علوم و فنون باید یک شاعر آگاهی داشته باشه، بتانه خود در معراج یا معیار گفتاری قرار بده که بیننده را جلب کنه. بیشتر برای شما چه انگیزه بخش بوده که بخواین شعر بسراین؟ در دنیای غربت، گاهی دوری از وطن شما را کشانده واسه اینکه یک شعر بسراین در مورد وطن، یک شعر حماسی باشه یا چی بونه؟ اصلا خب من در صنف 11 بودم که طرف ادبیات توجه زیاد شد،
و اکثرا آهنگا را که میشنیدیم شعرایش به دلم چنگ میزد و ایره تحلیل ترجمه میکردم که چی مانای چی قسم کم کم طرف ادبیات روی آوردم و او باعث شد که من کم کم شعر بگویم. از امو زمان متعلمی کم کم شعر گفتم خو خامی خود داشت، اما بالاخره کم کم خود رساندم تا جایی که یک چیزی از او جور شد. دیگه ای الهام خدایی است و یا انسان ها را به یک ذوق به یک طرف میکشه. و این نصف مجموعه ایتان است، مکمل مجموعه نیست. چند سال گفتین فعالیت فرهنگی تقریبا 35-40 سال کار کردیم، اما نظر به شرایط و تقاضای عصر و زمان بعض شعرها نظر به ذهنیت ها پذیرفته نمیشه. اینه که او شعر کدام مشکل داره، بعض ذهن ها مشکلات خود داره یا شرایط که او پذیرفته نمیشه. به او خاطر ایره از امون مجموعه اشعار گلچینش جمع کردم در هر عرصه به شکل یک دیوان پشتو و دری به شکل جداگانه در یک کتاب جابجا ساخت. بسیار خوب. بین نظر ما بگویم که شعرهایی که انتخاب میکنین یا شعرهایی که میسین مربوط یک موضوع مشخص میشه و زیادتر کوشش میکنین در اشعارتان کدام موضوعات را در نظر بگیرین؟ وقتی که شاعر یا هنرمند یا نطاق یا یک گرداننده در روی صحنه می او مسئولیت عام داره. من دیگه از خود نیستم، از مردم شدم. وقتی که از مردم شدم برای هر طبقه برای هر گروهی باید شعر داشته باشم به هر ذوق. کوشش کردیم بر تمام طبقات، بر تمام ذهنت ها و تمام افراد جامعه باید شعر بود. از همچنان از یک موضوع دیگه که مقدمتاً یادآوری کردم، از زندگی در نروژ بر افغان‌های مهاجر ما هم یادآوری کنین که چگونه است در اونجا و شما که زیاد میشه سالیان زیاد میشه در اونجا زندگی میکنین، فعالیت های فرهنگی هم اونجا داشتین، بگوین چگونه فرصت ها هست در اختیار شما و سایر در مجموع در اوج مهاجرین خصوصا افغان‌های ما شرایط زندگی خوبتر دارن. یعنی اگر مسئله غربت نباشه که در تمام دنیا انسان که از خانه خود میبره دیگه او احساس غربت میکنه، اما در شرایط زندگی خوب است برای افغانا. سهولت های زیاد است، کمیته ها داریم، نشست های ادبی و کلتوری و فرهنگی داریم. در مراحل و مسائلی که میشه که بعضی برنامه میباشه، عید، سال نو، جشن، در اینجا محفل میگیریم، در غیر از اون بهار، خزان، زمستان یک محفل میگیریم، کل گرده هم جمع میشیم، شاعران، نویسنده ها. گاهی من بیش خود میاندیشم که بپندار من که دوری از وطن اگرچه فرصت و امکانات هم نهایت باشه، زیاد باشه و حد کافی باشه در اختیار آدم، ولی بازم آدم ممکن یک حس کمبودی داشته باشه، کنم او دور بودن از وطن است. یا شاید من فکر میکنم به اینکه من نبودیم به دور از کشور نبودیم تا امی آله که رسیدم در این مرحله زندگی که قرار دارم در این سن ساله که هستم، کسی که در موجه خوی میگیره، عادت میکنه، وفق میگیره با محیطش، ممکن بر صادق باشه اونجا مثل خانی خودش به اصلاح نمترس داشته. چطور هستی مثلا؟ برای کسایی که در سن بالاتر میرن فرق میکنه تا اطفالی که در اونجا بزرگ میشن. برای اطفالی که کوچک هستن اونا کجا بزرگ میشه با محیط وفق پیدا میکنن، عادت میکنن. برای ما که سن بالا میره یا در دوران تحصیل مکتب فاکولته یا وظیفه را در اینجا اجرا کردیم، اونجا که میریم مثلا حالا میگم با شما ششتم راحت تر هستم نظر به اینکه با خارجی میشینم. یا در شهر یک افغان خود میبینیم احساس خوشی میکنیم، اگر بشناسیم نشناسیم یک سلام علیکش میکنیم، اما یک خارجی رو نمیتونیم استاد کنیم سلام علیکم چطور هستی خوب چی میگی. بسیار خوب. برمون بگویم که زیادتر افغان های ما در کشور ناروی مصروف چه کارها هستند؟ در کشورهای مختلف فرق میکنه در اروپا، اما در ناروی بیشترین افرادی که افغانایی که در اونجا زندگی کلش رو به تحصیل آورده، اما تحصیل میکنه. 90% افغانایی که از اینجا رفته مصروف تحصیل است، یعنی اینطور نیستن که کار کنن و تحصیل نکنن. زیادترشان متوجه تحصیل است. از سرودن یکی از اشعار خوب شما با صدای خوبتان ما رو مستفید بسازین آقای پاییز. شکر. اگر از خاکستر بگوین عنوان شست خاکستر. من دانه خودم انتخاب میکنم. خودتان انتخاب میکنم. بسیار میبخشین. بفرمایید. به خاطر از اینکه اما منوال برنامه ره بعد نظر بگیریم نی؟ آبروی عشق. ای موج اقیانوس ترانه، ای جنگل سبز شاعرانه، زانو زده ام در انتظارت با ضمیر پاک عاشقانه.
ای گوهر عشق صادقانه بیا دیگر بس کن ار بهانه. جویبار سخاوت بهاران، آهنگ صدای آبشاران، ای شیره گندم سمنک بیار مژده سبز بهاران، ای قوت مهر جاودانه بیا دیگر بس کن ار بهانه. ای حرف اول عاشق پاک، ای شیره صاف میوه تاک، ای خمچه سبز نوبهاران، ای مرهم به زخم سینه چاک، ای آبروی عشق صادقانه بیا بگذر دیگر ار بهانه. تو قوت عشق در قلبم هستی، دروازه غم برویم بستی، ای تراوت بهار عمرم، تو رنگ و رخش از شعرم هستی، ای فضای شب شاعرانه بیا دیگر بس کن ار بهانه. ای تراوت بهار پاییز، بنشین دم در کنار پاییز، ای جوهر دیوان محبت، هرگز مرو از کنار پاییز، ای آغوش گرم عاشقانه بیا دیگر بس کن ار بهانه. این بهانه جو کی بوده بالاخره؟ بسیار معقول. چه خوب است گیتی جان که یک شعر پشتو هم بر ما بخوانند، به خاطر از اینکه دری خواندین، حالا یک شعر پشتو هم بر ما بخوانند. زخو په دو ژبو باندې چه تکلم کوم او په دغه دو ژبو باندې شعرونه وایم، نو د دې د خاطر چې هغه توازن برقرار شي، زه همیشه هر چرته چې هم دو شعرونه وایم، یو دری یو پښتو. ما همون موضوع را مد نظر گرفته براتون گفتیم که شعر پشتو هم بر ما بخونید. اول براتون یک شعر پشتویی که او اقا دست بوایم، چه اقا شعر دست بوایم چه استاسو اقا برنامه سر تفاوق لری یا درست اقا شی اتاسو زرده. چه دهشق پا جوهر دوب شم، نو لایق دیارانه شم، دو سال هر شیبه که فرزانه او جانانه شم، خو ترسو چیز ما ترسنگ و دخکلا ابدی جوند، و خودوار چه یار لار دیوانه او بیگانه شم، هوایی مرغ را والوت خاخ به خاخ ما تو سرکب شم، بیل پانی بیل هرسه سخت توته دانه دانه شم، پسوچونو یم هردم او خیالاتو که ورکزه، دفراق لی برکت او ساکن پا ویرانه شم، نوچی مینه و یارب دا فراق پا که بیاسه، و ز پاییز فراق لی لاسه مستانه او دیوانه شم. ممنونتم. اردو اشارم به زبان دری هم به پشتو خیلی زیبا سرودین. آقای پاییز، تصمیم دارین که بخیر، گفتین که مجموعه آثارتون زیاد است ولی نصف از مجموعه است که به چاپ رسانید، که تمام شد به چاپ رسانید، و گفتین که بعضن اشار که سرودم ایشه طبق خواست مردان یا مردم ممکن قبولش نکره، مورد اما تو یک چیز دیداری کردین، جزئیات را بگین که چطور مسئله است درست برداشت نداشت. ما در جامعه متخاصم زندگی میکنیم، متجانس نیست جامعه ما، یکسان نیست. مثلا از یک ولسوالی تا ولسوالی دیگه، از یک قریه تا قریه، حتی در یک خانه ذهنیت ها مختلف است که در خارج این سیستم نیست، در هر کنج یک نواست. بعضی چیزایی است که گفته باید شوه، اما متاسفانه برداشتی او را اشخاص نداره. مثلا یک مثال بسیار کوتاه برم بگویم، در مورد زن ما شعر گفتیم، مثلا چاپ نکردیم، مشکل است. مثلا بدل یا طفل خورده به نکاح در آوردن، آیا نکاح طفل میشه؟ اگر شما وقت میگید وقت باز وقت میشه، وقت میشه که سردرد به انسان خلق میکنه، درد سر خلق میکنه. در اروپا ما ایره به نشر میرسانیم. منظور شما اینه این مسئله آزادی اندیشه، آزادی بیان، بله، است که، بله، در اونجا وجود داره ولی در اینجا نمیشه. بعضا مشکلات چون برخورد با چیز داره، با ذهنیت ها تچ میکنه. یک نفر شما انتقاد میکنین، آیا او انتقاد پذیر است؟ یعنی او همی ظرفیت داره که همی حقیقت که قرآن به یک انسان داده امور مراعات میکنه نمیکنه؟ دیگه چه خوبانین که مدنی، مسائل مدنی یا قوانین بشری ده، حتی
مسائل قرآنی را ما در یک کشور اسلامی قبول داریم یعنی آیا ذهن ما ایره میبردار یعنی که ما یک صغیره با یک صغیره که 5 ساله یا 10 ساله است ایره عروسی میکنن آیا کی نکاح ایره بست؟ او آدم عقل و بالغ بود یعنی او پدر و مادر بود یعنی چیز انگیزه اگر او به پول نیاز داشت شاید طفل خدا بفروشه خریدار کی بود؟ هست دوام بین شعر کتابا اما از خواندنش صرف نظر میکنم در اینجا در کتاب زیاد است ایناله آیا شما میخواین اما شما یک نفر طفل خود میفروشه خریدار کیست ادم و مجلس که 20 نفر یا 30 نفر ششته آیا اونا مسلمان هستن امیال از سر نماز جمع میاین بازوی میشینن نکار بسته میکنن ما کسر شخص نمیگیم در مجموع میگیم این چیزایی است که در جامعه ما وجود داره اما برداشت نمیشه درست است یعنی وضعیت مملکت ما چورچه پاول اختطاف آیا به این مورد شعر گفته میشه نمیشه و یک چیز دیگه باید بعد بگیم که ما از قالب برآمدیم کوشش کردیم از شعر کلاسیکی که استفاده کردیم معیارا رو مد نظر نگرفتیم خواست جامعه ما مهم است خواست ذهنیت ها مهم است خدا قید نکردیم قید نکردیم مثلا در یک سبک یک کسی شعر نگفته ما نخواستیم چیز ادامه بدم پیروی کس باشم نه هر چی کردم از خود کردم و یافتم و تا که پذیرفته نشد نمیشه خب یک وقتی پذیرفته میشه اما بسیار وقت تیر شده خواهد باشه یا شرایط فرق کنه یا دیگه بسیار خوب موارد را گفتین موضوعات را که گفتین واقعا در محیطی که ما زندگی میکنیم در جایی که زندگی میکنیم واقعا کلش حقیقت های تلخی است که واقعا جامعه ما نمیخواد بپذیره بله. بسیار خوب بیاین ازی بر ما بگویین که فعالیت های فرهنگی و زبانی در کشورهای اروپا چقدر است چه اجازه ازی را دارن افغان ها که فعالیت های ادبی داشته باشن باید صادقانه بگویم که آنقدر که زمینه را اونا برای این مسائل مساعد میسازن مثل یک غذایی که ما میخوریم یک نیازمندی است اما قدر سهولت از دروجه ساختن مساجد رفتن به مساجد مسجد زنانه مردانه برنامه کلتوری فرهنگی پولی که در زمینه میتن به خاطر مسائل کلتوری فرهنگی برای مساجد برای فعالیت های کلتوری فرهنگی مذهبی اما سهولت میتن اما ای که چه کسی استفاده میکنم آقای پایز که ای کاش همی خوبی ها در جغرافیه بنام افغانستان هم وجود داشته باشه اونا با گفتی شما فرهنگ های مختلف را میپذیرن امکانات را فرهم ساختن مسجد ساختن اونایی که مسلمان هستن برن به مسجد کسی که از یک مذهب دیگر از هم به هم فرهنگ ها هر مذهب احترام قائل هستن ولی ما در داخل به یک برادر خود که از یک قوم دیگر است مخالفت داریم تعصب داریم اینی مشکل دلیش در کجا است در جامعه ما پس ما در یک جامعه اسلامی زندگی میکنیم این بدبختی در نسبت به سایر جامعه داریم پس اینی بدبختی ما در کجاست ریشش این بدبختی در چیزی است که ما نمیپذیریم همین یک لغت اگر بگیم نمیپذیریم اگر مسلمان هستیم اسلام نمیپذیریم اگر غیر مسلمان است غیر اسلامی رو نمیپذیره یعنی به مو چیزی که میگیم به مو معتقد نیستیم مثلا با طفل خود صحبت نمیکنیم یک خارجی اختطاف میشه در جامعه ما بله خود داخلی ما اختطاف میشه ایناله چرا گفتم کتاب نصفش چاپ کردم مواجه با تهدید میشه انسان ایناله غیر از این مسائل شما به طفلتان شما رو نمیم کسایی که طفل داره آیا با طفل خود صحبت میکنن بدبختانه بسیار کم آیا از اولاد خود مثل دوست خود فکر میکنن دختر و بچه خود نخیر آیا پسر خود با دختر خود مساوی فکر میکنن در باز جای نخیر آیا خانمش در دسترخوان امرایش میشینه؟ نخیر. آیا در بازار امرایش میره؟ نخیر. این چی است؟ در زبان میگیم در عمل اجرا نمیکنیم. ما زبان بسیار رسا و بسیار چیز داریم. چند لغت هم میگیم. زیبا صحبت میکنیم. اما وقتی که راه میریم با او گفتار ما بسیار تفاوت داره. 180 درجه. حقوق زن میگیم تمام روز در چیزا. خانم خود کس اجازه داده که در استیشن بره امرایش بشینه دیگه چیز نیست یک صحبت کنه حداقل در پالیش نشسته باشه در جلسات ببینیم در دیگه جلسات ببینند های ما باشن که مخالف اینا می باشن که ما حسینه در این جلسه صحبت داریم باشه بله. گفتم اینال برش یک چیز معلوم میشه که والا این چه قسم یک خانم با یک مرد صحبت میکنه حتی بسیار چیزایش آشروی نمیکنیم یعنی ما محروم از گفته ها و خواسته های خود هستیم
ذهن خود ما با خود ما در جنگ است. بسیار خوب بین از این موضوعات از فرهنگ و اینا پسند است در کشور ما، ما زیاد روی موضوعات دیگه نپیچیم و مقدر به نظر ما کفایت میکنه. بین از این بر ما بگوین که چند سال میشه که خودتون در نروژ زندگی میکنین؟ در حدود آخر طالبا بود، وقت طالبا من در افغانستان بودم. بعد از اون که طالبا را سال آخرش من خبر نداشتم که طالبا دیگه جای خود تبدیل میکنن، خلقم تنگ شد، رفتم به طرف پاکستان، از جا فرار کردم به نروژ رفتم. بسیار خوب. یعنی افغانستان میایین گاهی ها؟ اولین دفعه است که آمدیم. اولین دفعه از اون وقت حالا اولین دفعه؟ اولین دفعه است، بله. چی موجب ازی شد که بخوای افغانستان بین؟ من کتابم در اوجه میخواستم چاپ کنم، بالاخره به این نتیجه رسیدم که نه، در کشور خودم چاپ شوه، با اوجم زمینه داشت. و بعد از بسیار وقت ببینم چی تغییرات آمده. در رادیو یا تلویزیون یا کسایی که میگن و میرن صحبت میکنن، اما خودم اگه ببینم بهتر است. بسیار. آقای پاییز، خیلی خرسند شدیم و مسرور هستیم که شما امروز در برنامه در کنار خود داشتیم. از صحبت‌های نیک شما مستفید شدیم، واقعیت‌ها رو گفتین که در جامعه موجود داره. ان شاء الله که با هم شعارهایی که شما می‌داشته باشین، با نوشته‌ها و هم شو شخصیت‌ها که خبری چون شما که آثار می داشته باشن، حداقل من مطمئن هستم تاثیر گذاریاشو داره در جامعه ما و بتونیم روز به اون جامعه مطلوب و رویای خود ما برسیم، جامعه متاری دست پیدا کنیم. تشکر میکنم شما، امیدوار هستم که شاید دیگه آثارای شما باشه. تشکر، زنده باشین. ان شاء الله در آخری برنامه کتابم به شما تحفه خواهم داد با پروگرامتون. بسیار خوش شدم از اینکه مرا دعوت کردین، لطف کردین. ما هم خیلی خوش شدیم شما در برنامه با خود داشتیم. تشکر، زنده باشین. از لطفتان بسیار زیاد شد. عزیزان، برنامه ادامه داره و حال هم یک آهنگ میشنیم از قیس الفت.